جوانان ایرانی معرفی بکنید میگی داریوش همایون کیست؟ یک کسی که از جوانی، از نوجوانی کوشش کرده است در بهتر کردن جامعه ایرانی در زمینه‌های گوناگون، و به نظرش رسیده است که بهترین راه برای بهبود و بهتر کردن جامعه ایرانی روزنامه نگاری است، سیاستگری است و کار فکری، و تمرکز داده است زندگیش روی این سه زمینه و زیاد هم موفق نشده. ای بابا. تمرین تفکر فکری و ذهنی رو همه ما که با شما آشنا هستیم و دورا دور با کارهاتون آشنا هستیم میدونیم که این رو به غایت خوب انجام دادید. میدونم که شما یکی از معدود کسانی هستید که بسیار کتاب میخونید. کتاب خوندن شما زبانزد خاص عام هست و حتی شنیدم شما در موقع راه رفتن هم کتاب میخونید. این عشق به کتاب از که در شما بوده آقای همایون؟ من یه خود زود خواندن و نوشتن یاد گرفتم. 5 سالگی پدرم پوشش میکرد و من یاد داد. از 8 سالگی دیگه میخوندم مرتب. نمیدونم چند ساله. 8 ساله تا حالا. بعد مثلا به طور معمول هفته ای چند کتاب میخونی؟ به طور معمول هفته ای 50-60 ساعت میخونم. 50 ساعت هم کتاب و روزنامه و نشریه. کتاب و روزنامه است. کتاب متاسفانه به وضع غریبی پیدا کرده است، برای اینکه به اندازه زیاد است و به اندازه کتاب باید خواند که انسان مثل حالتی که در امور خیریه بهش دست میده دچار میشه. یعنی شما با این دریای بینوایی که روبرو میشید میگید که حالا این یک نفر رو من 10 تومن بدم بهش چه تأثیری میکنه؟ گاهی نمیدید. حالا کتاب من 1 میلیون کتاب هست باید بخونم. بله. گاهی اصلا میگم حالا این بگذارم کنار، اصلا برم ببینم، و بیشتر در نتیجه نشریات تخصصی میخونم. در این نشریات، مجلات علمی و تخصصی، شیره بسیار از مطالبی که در کتاب‌ها هست میآید. به ویژه 2-3 تا نشریه هست، 2 تا در نیویورک چاپ میشه، 2 تا در لندن، و من اونا رو مرتب میخوانم چون اونا بررسی کتاب میکنم، ولی بررسی کتاب نه به معنای متداول ما کتاب فلان در چند صفحه چاپ شده است، نویسنده در مقدمه میگوید فلان تموم شد رفت، نقد کتاب میکنه. بله. نه، اون موضوع رو اصلا بررسی میکنه. یعنی اون کسی که اون نقد، اون بررسی رو نوشته است، خودش صاحب نظرش در زمینه و یک نگاه دیگری اصلا به موضوع میاندازد. من چرا دارم هم با کتاب آشنا میشم هم با اون نظر، و این منبع بسیار خوبی شده است برای من برای آشنایی با کتاب ها. ولی گاهگاهی هم کتاب میخونم دیگه، بعضی کتاب ها مقاومت ناپذیره. چرا ایرانی کتاب خونیست های دارید؟ مکلوهان میدونید تشریح کرد این داستان رو، گفتش که رسانه ها یا سرد هستن یا گرم، و رسانه‌ای که مشارکت به طلبت از نیوشندش به اصطلاح از آدینسش، این طبعا مشکلتر است، دشوارتر است. و رسانه تلویزیون یا رادیو، این رسانه مشارکتی لازم ندارد، نیوشنده پاسیو است، ممکن است کارهای دیگه بکند، حواسش جای دیگر باشد، ولی کتاب نمیشه. کتاب میباید تمرکز داد و کتاب ذهن انسان رو درگیر میکند. البته نه هر کتابی، ما کتاب هم داریم تا کتاب. و ایرانی ها مردمی هستند خیلی سودگرا، در هر کاری دنبال یک سود آنی هستند، و کتاب، خب حالا ما کتاب خوندم نتیجه چه؟ ما هم چون تا نکه بینی، بینی های ایرانی ها با اینکه مشهور است که ایرانی ها بینی های بزرگی دارن، ولی بینی های خیلی درازی نداریم، در چه نک خیلی محدود میشه، تا حد اندکی از این نک، از این نک بینی رو میبینیم، بیشتر از اون هم حوصله نداریم، چون بازی سود آنی دیگری میآید. به نظر من بیشترین توضیح رو در این باره محدودیت جهان ایرانی باید توصیف کرد. جهان ایرانی جهان بسیار تنگی است و علاقه ایرانی بسیار محدود است. ما کنجکاوی خیلی کم داریم، به دلیل همون سودگرایی، سودگرایی باز محدود خودمون. چون سودگرایی اگر در معنای وسیعش گرفته بشه، آدمی که سود
فصل بسیار آسیب رسان است. هر دوی ما هم سرما خوردیم. یک کمی می‌بخشند بینندگان. بله، انسانی که سود دراز مدت، سود روشن رایانه، انلایتن به قول انگلیسا رو ببیند، البته سود شخصی باید، همه چیز سود شخصی است. شما حتی جهان رو هم دوست داشته باشید، شخصتون جهان رو در بر گرفته است، اون شخص است. حالا اون بحث های دیگه است. به حال وقتی انسان سود شخصی روشن رایانه خودش رو بشناسد، البته کتاب هم بیشتر میخواند، مسائل رو هم بیشتر جدی میگیرد، کنجکاوتر میشد، ولی ما سود شخصی رو خیلی در سطح روزانه لحظه‌ای تصور میکنیم و کتاب متاسفانه چنان سودمندی هایی برای بسیاری از مردم ندارد، مگر کسی یک کاری بخواهد انجام بدهد و یک کتابی رو بخوند و استفاده بکند و فراموش کند. خیلی محدود هستند ایرانیانی که حقیقتاً عاشق کتاب باشند. ها، عاشق کتاب هم داریم، تا عاشق کتاب کتابان ها همه کتاب های یه اندازه جلدای خیلی نفیس، رنگ هایی که به خود مبلمان اتاق گاهی خالی، گاهی توش خالی. خب ولی همون مکلوهانی که شما ذکرش کردید یه اشاره هم به دهکده جهانی میکنه و عصر اطلاعاتی که الان باش مواجه هستیم و اینترنت یه ورودی به داخل کشور کرده و داخل ایران کرده که فضای دید رو و اون محیط شاید محدود رو یه ذره بزرگتر کرده باشه، برای اینکه توجه بیشتری به کتاب و خوندن و این چیزا الان باشه. شما تغییری میبینید در این؟ مثل از شما کوزه رو از یه حوض پر کنید یا از دریا. درست، ما الان به دریا دسترسی داریم، ولی کوزه همون اندازه هاست. ها، مشکل و محدودیت هم. مشکل محدودیت دید است. چقدر ما از این در این دهکده جهانی حضور داریم، چقدر از این شبکه ارتباطی جهانی تارنما میگن در بله، بله، اینترنت خیلی خوب باقتی است، چقدر از این استفاده میکنیم، کجاهاش رو استفاده میکنیم. خب بعضی برنامه ها هست انسان نشانی داشته باشه دیگه از اونا گریزی نیست، همطور میفرستند برای آدم پیام های اون پیام ها همون بهتر که اصلا باز نشود. من تازگی یاد گرفتم که اینا رو به طور سری حذف بکنم. سابق دونه دونه حذف میکردم. بله، اینا پیش رفته است. پست های الکترونیکی، ایمیل ها. بله، ایمیل های وحشتناک میفرستند. بله، خلاصه منظور این است که این شبکه جهانی و این دهکده جهانی هم زیاد کمک نخواهد کرد اگر ما دیدمون رو وسیع نکنیم. اگه اصلا به نظر من ایرانی باید یه نگاه به کلی متفاوتی به وضعیت خودش، موقعیت خودش و دنیا بکنن. اینی که اصلا تعریف زیادی ندارد. خب شما معتقده به با یعنی هم سو هستید و هم نظر هستید با بسیاری از کسانی که در دوران پست مدرنیسم معتقد به بازنگری به تاریخ و بازنگری به فرهنگ و اینها هستن دیگه. من اصلا پست مدرن نیستم، برای اینکه خود پست مدرن به نظر من یه تناقض عبارتی است، یه اکسیمورانه. یعنی مدرن در خودش همیشه پس از خود رو داره، همیشه نو شدن رو داره. مدرن یعنی نو شدن، یعنی نایستادن، یعنی دائما با دید انتقادی نگاه کردن. در چه لازم نیست ما پست مدرن باشیم. پست مدرن لفظ بسیار، یعنی ایده بسیار خطرناکیه. جدی؟ بله، برای اینکه بهترین وسیله است برای ارتجاع، برای نگه داشتن آنچه که زمانش حقیقتا به سر آمده. پست مدرنیسم بناش بر نسبیت گرایی است. همه چیز در جای خودش ارزش داره. یک ایده جهانی وجود نداره. ارزش های جهانی وجود ندارن. شما با این مخالفید؟ با نسبیت؟ من با نسبیت فرهنگی نیست. با نسبیت گرایی مخالفم. درست است. هر چیزی در جای خودش هست، ولی هر چیزی در جای خودش هست باید عوض بشه. این یعنی مدرنیته. چیزی نباید دائما پایدار بماند، برای اینکه هیچ چیز در طبیعت همیشه پایدار نمیماند و در طبع انسانی هم و در جامعه هم. خب نسبیت، فرضی نسبیت که این ایستایی رو درش نیست. نه، شما معتقد که هست؟ یعنی این تحول رو نسبیت فرهنگی میتونه داشته باشه؟ نه، تحول رو میپذیرن، ولی اون چرا هم که هست میگوین یه ارزش فیزات فزاته دارد. اینو این ارزشش به اندازه ارزش اون یکیست. ارزش ذاتی، یعنی برتری ذاتی میان یکی و دیگری قائل نیست پست مدرنیته. تمام پست مدرنیته میدونید یک مثل جنبش رمانتیسم در آلمان قرن 19 هم یک
واکنش پسزنشیست، بکلشیست به قول انگلیس ها به تجدد، به روشنگری، روشنرایی، خردگرایی، روشنگرایی صده 18 هم. یعنی به جای اون ارزش های جهان روا، بعضی جهان شمول ترجیح میدن و جهان روا بهتر است، به جای اون ارزش های جهان روا معتقدند که باید عوامل دیگری رو، ملاحظات دیگری رو که جنبه محلی دارد یا جنبه عاطفی دارد یا جنبه بسیار شخصی دارد یا جنبه نیاگانی دارد، میتولوژیک دارد، همه اینا رو باید همه رو وارد کرد. پیشرفت‌های زیادی هم در این نگرش به جهان بوده است و کمک کرده است به پیشرفت فکر تجدد. ولی وقتی اینو خیلی کشف دید، مثل این اندیشه‌وران فرانسوی دهه های اخیر، اون وقت به اون ارتجاعی که عرض کردم میرسید. یعنی دیگر میان یک فرهنگی مثلا فرهنگ اسلامی ایران با یک فرهنگ امروزی صده 21 تفاوت از لحاظ ارزش قائل نمیشید. اونم برای خودش هست، اینم برای خودش، باید با هم اینا زندگی بکنن، همزیستی کنن، گفتگو بکنن، در حالی که ما باید در پی تغییر باشیم. این فرهنگی که ما 800 سال 700 سال داشتیم اینا تغییرش بدیم، نه اینکه بگوییم که خب اینا برای خودش چیزی است، ما باید احترام بگذاریم. ما باید احترام گذاشتن فرق داره با عوض نکردن. ما در کمال احترام عوض خواهیم کرد، باید بکنیم. شما طرفدار پویایی هستی؟ آخه جزی من زندگی میبینم دائما در حال تغییره. من چطور میتوانم به یک چیزی که مثلا نیای من در 800 سال پیش معتقد بوده است معتقد باشم؟ به عنوان اینکه این سنت هست، سنت همیشه چیز خوبی نیست، سنت بازدارنده هم میتوانم، سنت زندان است. در مورد فرهنگی یک ملت یا مملکت میفهمم حرفتونو. حالا پرسش من از شما این است که پویایی رو در یک فرد هم میپسندید؟ یعنی معتقدید که یک فرد میتونه در دوران مختلف زندگیش هم تغییر آرمان، ایدئولوژی و طرز تفکر بده؟ حتما میتونه. نشانه پختگی اصلا ایدئولوژی که باز حالا راجع به ایدئولوژی هم بحث بسیار است، ایدئولوژی هم چون چیز بسیار خطرناکی باشه. ایدئولوژی هم یه زندانی است، سلاحی است که میتونه دنیا رو ویران بکنه. ایدئولوژی های ویرانگر بسیار داشتیم. بله، انسان اگر در خودش دائما تحول پیدا نشود، اگر اینکه هر روز عوض بکنه خودشو، هر روز نظرش رو عوض کنه، هر روز اصولش رو عوض کنه، منظور اون نیست، اساس توانایی بشری خارج است به این درجه. منظور این است که اون اول اشاره کردم، دید انتقادی در هر لحظه داشتن و به هر امری داشتن. اینه. حالا از این دید انتقادی بسیاری چیزا جان به در میبرن، بسیار جان به در نمیبرن، دیگه چاره نیست، بعد ازشون کرد. منتها دید انتقادی فرق دارد با اینکه من به شما بنگرم و دائما در پی باشم کجای لباس شما چروک خورده اونو ببینم. نه، منظور این است که روی سلسله ارزش‌های و مبانی فکری که اونا ثابت میمونن، کمابیش اونا در طول مدت‌های طولانی ثابت میمونن، امور روزانه، امور شخصی، فردی، اجتماعی، سیاسی، همه چیز رو بسنجم با اون دید. یعنی شما چشمی دارید، این چشم رو دائما گشوده نگه داشتن و از زوایای گوناگون به اون چه که نگاه میکنید نگریستن، نه اینکه این چشم ثابت، بیشتر اوقات هم بسته، چون من که این منظره رو دیدم یه احتیاجی نیست. نه، این خود این منظره دائما عوض میشه. اگر ما این دید انتقادی که محصول مدرنیت هست بپذیریم و عامل مدرنیتی بود بپذیریم، اون وقت اون مقدار تغییری که لازم است رو خواهیم کرد و هویتمون هم به هیچ وجه عوض نخواهد شد. یعنی شما اگر امروز اعتقادات 20 سال پیشتون رو عوض بکنید، به هویت شما هیچ آسیبی نخواهد، به فرهنگ ملیتون هیچ اتفاق نخواهد افتاد. این نایپال هست که جهان سومی امسال هم نوبل ادبیات رو گرفت. این میگوید که من در آن واحد میتوانم چندین ایده فرهنگی رو در ذهنم داشته باشم، چندین هویت رو میتونم در خودم حمل بکنم با هر جا میروم و هیچ مسئله نیست. درسته،
نایپال یک ترینیدادیست هندی، اصل ترینیدادیست، در انگلیس زندگی میکند، حالا لقب سر هم بهش دادن، نویسنده جهانیست، همین هم هست. یعنی نایپال فرق دارد با فلان نویسنده انگلیسی یا فلان نویسنده امریکایی که نوبل گرفته است. این نویسنده ترینیدادی هندی اصل جهان سومیست، ولی در جهان امروز، در جهان صده 21، در انگلستان صده 21 چنان میزید، چنان زندگی میکند که هر انگلیسی دیگر از بالاترین سطح فرهنگی. اینا امکان دارد و ما نباید خودمون رو به عنوان اینکه خب بله سنت های اصیل داریم، ارزش های فرهنگی اصیل داریم، فرهنگ غنی ایران، اینا به جای خود محفوظ، ولی اینا سرمایه های ماست. اینا در موزه ها مثلا این است که شما با همون اسباب موزه بخواید زندگی امروزیتون رو کنید. حالا چهار تا کوزه از 7000 سال پیش پیدا کردین، حالا تو اونم بخواید آب بخورید، معنی نداره. بله اینا رو تو موزه میشد نگه داشت، خیلی هم میشد بررسی کرد، بعضی چیزا ازش رو میشد گرفت، ولی دائما اینا رو باید به محک زمان حال و نیازهای حال زد. و این گرفتاری من بوده است در همه زندگیم با خودم و با پیرامونم. این طرز فکرتون و این اعتقادی که دارید بخش سومی از تعریفی بود که از خودتون کردید، روزنامه نگار، سیاستمدار و کسی که دوست داره که تفکر داشته باشه و بیاندیشه. این قالب رو در بخش سیاسی وجودتون چطوری میگنجونید؟ به عنوان یک کسی که طرفدار یک رژیم خاصی است. من زندگی سیاسی رو با مخالفت سخت شروع کردم. خب بچه 13-14 ساله اصلا جز این که با همه چی مخالف باشه که راهی نداره. و اون موقع هم ایران، در اون ایران آن زمان چیزی برای مخالفت، موافقت حقیقتا باقی نمیگذاشت. هیچ چیز در اون نظام سیاسی، در اون جامعه سیاسی ایران نبود که انسان بتواند باش موافق یک دل باشد. هر حال مخالف، نقش مخالف نقش برازنده تری بود برای آدمی مثل من در اون زمان. این مخالفت ادامه پیدا کرد، نه به صورت البته خیلی افراطی، گرچه یه 3-4 سالی هم به آلایش افراد دوچار آمد، به فعالیت های چریکی، شبه نظامی در سطح بسیار پریمیتیو و ابتدایی کودکانه، ولی به هر حال. اما پس از اون دوره ناگزیر نوجوانی، وقتی دیگه به 18-19 سالگی رسیده بودم، اون وقت به نظرم رسید که حتما باید این فعالیت سیاسی با یه فعالیت فرهنگی همراه بشود. و دیگه از اون به بعد فعالیت سیاسی من با فعالیت فرهنگی من همیشه یکی بوده است. یعنی همون 19 سالگی من شروع کردم مجله هنری به اسم جام جم. حالا نمیدونم شما برنامه‌تون جام جم؟ بله برنامه جام جم خیلی با روان ایرانی سر و کار داشته است. انتشار دادم که خیلی مجله آوانگارد هنری بود. حالا بچه بودیم ولی به هر حال سرمون بوی قرمه سبزی میداد. منظور این است که همون وقت و اون مجله سرمقالاتش رو بیشتر من می‌نوشتم و پاره مقالات رو، به هنر یه دید سیاسی خیلی غلیظی داشت، خیلی سنگینی داشت، برای اینکه به نظر من جامعه‌ای در حال دگرگونی با هنر اول با هنر شروع میشه، دگرگونی در جامعه اول در زمینه‌های هنری شروع می‌شود. خلاص اینجوری بهتر. و همینطور دیگه در کار سیاست من سعی کردم که تغییر بدهم و بعد این تغییر رو از راه روزنامه‌نگاری شروع کردم. از کارهای حزبی دیگه بعد از حدود 25 سالگی 6 سالگی دیگه دیدم سودی ندارد و سخت رفتم در کار روزنامه‌نگاری و دیگه بقیه زندگیم تا دهه 50 در روزنامه‌نگاری سپری شد. و در دهه 50 دوباره وارد سیاست شدم، وارد سیاست عملی شدم، ولی باز اون روزنامه‌نگاری سراسر سیاست بود و فرهنگ، این آمیخته این دوتا. به نظر من در موقعیت ایران اصلا نمیشود اینا رو از هم جدا که سیاست و فرهنگ رو. ما فرهنگمون به شدت سیاسی است و سیاستمون باید به شدت فرهنگ، عنصر فرهنگی قوی باید داشته باشد، بله ابتذال است و حرفای مفت. و در کار سیاسی هم به از حزب شروع کردم. وقتی وارد کار سیاسی شدم وقتی بود که حزب رستاخیز اعلام شده بود و من به اون حزب پیوستم به امید اینکه این حزب
مثل حزب خلق آتاتورک مبنای یه نظام چند حزبی بشه در ایران، چون به هر حال ایران جامعه بسته‌ای بود در آن زمان و راهی به جز این به نظر من نمی‌رسید. یا من می‌بایست سیاست رو کنار می‌گذاشتم و به همون کار روزنامه‌نگاری که بعد چون سیاست بسته بود روزنامه‌نگاری هم محدود بود می‌پرداختم و یا به سازمان‌های مخالف می‌پیوستم که سازمان‌های مخالف یا جاشون در زندان بود افرادشون یا در خارج از امریکا، خارج از ایران و در امریکا و دانشگاه ها. من فرصت رفتن به امریکا و درس دادن دانشگاه هم داشتم، چون یه سالی در هاوارد درس خونده بودم، اونجا وضعم خیلی خوب شده بود، ولی فایده نداشت. یعنی اون نوع مخالفت و اون راه تغییر نظام سیاسی ایران به نظر من بن‌بست بود و خطرناک و متاسفانه نظرم درست درآمد. در اصل فکر کردم از درون نظام میشود درست کرد و چون همیشه به حزب، به ضرورت کار حزبی معتقد بودم، الان هم بیشتر زندگیم در فعالیت سیاسی حزبی میگذرد، فکر کردم که این حزب چون دیگه مخالفی نیست در برابرش، دیگه مسئولش هم خود پادشاه کشور، نمیتواند باش مبارزه بکند، چون با اعضا موجود دائما در حال کشمکش بود و خب از این راه میشود این نظام رو باز کرد و این حزب رو تبدیل کرد به یه عاملی برای مشارکت مردم. حالا یک سال خورده هم که اونجا فعال بودم خیلی توانستیم در این زمینه کار بکنیم، ولی بعد نپسندیدن این روش رو، این دید ما رو به حزب و ما رو از حزب آوردن بیرون. انگلیسی‌ها لغتی دارن که با لگد پرتش کردن بالا، ما به عنوان وزیر معرفی کردن که از حزب خلاص بشه یا از ما در حزب خلاص بشه، چون خیلی شروع کرده بودیم. مرتب من در اطراف ایران جلسات بزرگی در 1000 و 2000 نفر داشتم و مردم میآمدن و حرف میزدن و مشارکت بود دیگه، انتقاد میکردن مقامات دولتی رو میآوردیم و جواب بدین و یک کمی دیگه از حدود داشت خارج میشد. برحال رفتم در دستگاه دولتی و در دولت هم یک سال خورده ماندم و بعدم کارم به زندان کشید و بعدم به گریز از زندان و بعدم یه مدتی در ایران پنهان بودن تا گریز از ایران به طور کلی و حالا 20 سالی هم که هست که بیرون هستم، همه در کار نوشتن است و باز فعالیت سیاسی و مطبوعاتی. دانش همایونی روزنامه نگار بیشتر دوست دارم یا دانش همایونی سیاست مدار؟ عرض کردم این دوتا برای من هیچ فرقی نداره، با هم پیوستن. من میتونم یه تفاوتی توش حس بکنم. به نظر من معتقدم که روزنامه نگاری یک نگاهیست عادلانه، بی‌طرفانه، بدون اینکه فکری یا ذهنی یا برنامه‌ای پشت اون نگاه باشه، باز دید، باز برای اون کار. و در حالی که برای سیاست شما احتیاج به یک مقداری پنهانکاری داری، به یک مقداری برنامه‌ریزی پشت صحنه داری، همینی که معروف هست که میگن دیگه پالیتیکس و سیاست مدار بودن یه ویژگی هایی داره که اون وقت نمیدونم اگه روزنامه نگاری باش بخواد مقایسه بکنیم اون ویژگی ها هر دوتاش با هم در یک قالب بگنجه یا نه. اگر که بگیم روزنامه نگاری سیاسی داره میکنه طرف، این رو متوجه میشم، یعنی از یه ایدئولوژی خاصی یا از یه گروه خاصی یا از یه فکر خاصی در از قلمش استفاده میکنه برای اشاعه اون. ولی اگه روزنامه نگاری صرف، یعنی یه روزنامه نگاری که میخواد همونطور که شما میگید تمام کوشششو در طول زندگیش بگذاری که بیاموزه به مردم آموزش بده و به خوانندگانش یه چیزی بده، از یک نگاه بی‌طرف، از یک نگاه کاملا عادلانه، وقت من یه ذره مشکل میشم که ببینم این دو چه جوری با هم دیگه میتونن کنار بیان. منظور من نیست که هر روزنامه و هر روزنامه‌نگاری میباید سیاسی باشد، به هیچ وجه اصلا. من در مورد خودم فقط صحبت کردم. نه، برای من این دو تا از هم جدا نیستن، برای اینکه کار سیاسی در ایران به طور سنتی کار بندوبست بوده است. بله. کار آشنایی بوده است، کار رابطه بوده است. دقیقاً. و پنهانکاری که حالا لغت خیلی مؤدبانه است، فریبکاری بوده است، اصلا صحبت نکردن به مطلبی برای گفتگو نداشتن و در نتیجه هیچ چیز نگفتن بوده است. این معنی هر چه کمتر انسان مطلب داشت، حرف داشت یا حرف می‌زد، بعضیش بهتر می‌شد.
ولی این همین اشکالی است که ما برای در جامعهمون می‌بینیم. چرا این جامعه این روز افتاده است؟ برای همین، برای اینکه سیاستش چنین ناسالم بوده است. روزنامه‌نگاریش خیال می‌کنید خیلی بهتر بوده است؟ این تعریفی که شما فرمودید، اینا تعریف‌های جامعه‌هایی است که ما فعلا در زندگی می‌کنیم. روزنامه‌نگاری هم در ایران پنهانکاری بوده است، فریبکاری بوده است، دروغ گفتن بوده است، نیمه حقیقت گفتن بوده است. هنوز در این کشورهای خاورمیانه اسلامی هست، در خود ایران که باز حالا میرسیم، امیدوارم بهش بتوانیم برسیم. برای اینکه شما سیاست رو در ایران اصلاح بکنید و روزنامه‌نگاری رو اصلاح بکنید، ناگزیرید این رابطه رو با هم، این رابطه این دو رو با هم حفظ کنید، هر دو رو با هم پیش ببرید. شما نمیتونید با سیاست ناسالم روزنامه‌نگاری درست بکنید و روزنامه‌نگاری ناسالم سیاستتون رو درست بکنید. خب در مثلا همین شهر شما ملازم کنید که مشکلاتی که مردم برای این روزنامه ها به وجود میارن، یعنی توده خواننده و گای روزنامه ها برای مردم ناچارن به وجود بیارن. سیاست شهر، روزنامه نگاری شهر، اینا با هم ارتباط خیلی خیلی نزدیک داره. درست است من همیشه تو زندگی روزنامه نگاریم و بعد در زندگی سیاسیم این تنشی که میان کارم به عنوان روزنامه‌نگار و کارم به عنوان فعال سیاسی هست یا کارم به عنوان یک سیاستگر و به عنوان ضمناً روزنامه‌نگار هست، اینو همیشه احساس کردم. برای اینکه در سیاست عملی شما نیاز دارید که گاهی جلو زبانتون بگیرید. در روزنامه قدرت شما در اینست که جلو زبانتون نگیرید. بله دقیقاً. منتها در شرایط ایران ما به عنوان روزنامه‌نگار ناچار بودیم دائما زبانمون رو جلوش بگیریم، به عنوان سیاستگر هم که خب تکلیف معلوم بود. من حالا در شرایط آزاد بیرون از ایران که اولین باری است که من در زندگیم احساس خوشی بی حد می‌کنم، چون آزادی که خب بسیار فراهم است چه در کار سیاسی چه در کار روزنامه‌نگاری، و خب آمادگی من نسبت به مثلا 20 سالگیم خب طبعا بیشتر شد. یا هر کسی بعد از 50 60 سال چیز خوندن یه چیزی یادش بیاد یاد میگیره. این بهترین دوران زندگیم از اینجا. ولی حالا هم مسئله رو به این صورت برای خود عمل کردم که ما باید سیاست رو هم به سطح به اصطلاح امروزی ها شفافیت روزنامه‌نگاری برسانیم. یعنی اصلاح سیاست در ایران میباید از راه باز کردنش همه چیز روی میز انجام بگیره. یعنی مفهوم سیاست و سیاستگر باید عوض کرد. معنایی که ما تصور می‌کنیم سیاستگر کسی است که بتواند نیم ساعت صحبت بکند و چیزی از حرفاش در نیاد. خب بله، اما این به درد ما نمی‌خوره. سیاستگر کسی است که نیم ساعت صحبت کند و حداقل 20 دقیقه حرف حسابی بزند، یا حرفی که باید بزند حالا هر چه هست. همچنین روزنامه‌نگار از این جهتی که من فکر می‌کنم به عنوان حالا یک فردی که در نیروی مخالف در اپوزیسیون به اصطلاح کار میکند، ما هیچ یک از اون مشکلاتی که شما گفتید نداریم و اون تنشی که من همه زندگیم احساس کردم اون رو دیگه باش روبرو نیستیم. برای اینکه طبیعت کار سیاسی ما با طبیعت کار روزنامه‌نگاری اون یکی شده است، کاملا یکی است. ما در روز در سیاست هم باید باز باشیم، باید صریح باشیم، باید بریم اون پشت مسائل رو هم ببینیم و عرضه بیرون بیاریم و به مردم عرضه بکنیم تا بتوانیم اطمینانشون رو جلب کنیم. سیاست الان چون قدرت در دست نیست، پس شما قدرت دارید و بتوانید اون قدرت رو از راه های دیگری حفظ کنید، اون بس دیگری است. ولی در شرایط ما در خارج از ایران قدرت در میان نیست. شما اعتماد فقط لازم دارید. آنچه که باید به دست بیارید اعتماد است. اعتماد فقط با صراحت به دست میاد، با درست گفتن و درستکاری سیاسی به دست میاد. درستکاری سیاسی میاد تمام حرفتون رو بزنید. خب یه نگرش آرمانگرایانه است و بسیارم عملی است در خارج کشور. آیا به نظر شما داخل کشورم عملی است؟ نه خیلی، داخل کشور هر کس خواست این کارو بکنه یا به زندان افتاد یا اومد اینجا در خدمتشون هستیم. ولی جامعه دارد به این طرف میرود. یعنی هم این که نمونه های پیدا میشن در ایران جمهوری اسلامی که من خیلی احترام قائل هستم براشون، به عنوان روزنامه‌نگار طبعا من قدرشون رو خیلی بیشتر میدونم، که حاضرن برن زندان و بعضیشون ناچار رو فرار میشن به بیرون ولی اون حرفاشون رو بزنن، خب این نشان میدهد که جامعه آماده شده است. جامعه میپسندد، میپذیرد و اینها هم اگر اون پشتیبانی جامعه رو نمیداشتن نمیکردن این کارو. انسان تک تنها نمیتونه کاری بکنه، باید یه پشتوانه پشتیبانی هر چه
اندازه‌اش هر چه باشد به دست بیاره و این هست در ایران. و الان سیاست هم در ایران همونطور که من همیشه دارم میخواست با روزنامه‌نگاری کاملا یکی شده است. یعنی شما نگاه بکنید در ایران میبینید که مردان سیاسی 95% از روزنامه میان به سیاست وارد میشن. دیگه حوزه مرکز تولید سیاستگران جمهوری اسلامی نیست، مطبوعات هستن. خیلی جالبه که در جمهوری اسلامی یه گردش کوچیک کرده دیگه. در ایران دوران قبل از انقلاب میگفتن که کسانی که از سیاست سر خوردن به سوی روزنامه‌نگاری رو میکنن، حالا پس شما میگید که در ایران بعد از انقلاب روزنامه‌نگاران هم که به طرف سیاست میرن؟ نه، در ایران پیش از انقلاب هم اونایی که از سیاست سر میخوردن بیشترشون به روزنامه‌نگاری نمیردن، چون روزنامه‌نگاری محدودیت‌های بزرگی داشت. بیشتر رفتن دنبال بیزنس، کسب و کار. خیلی امکانات فوق‌العاده بود براش. حالا اون نیست، اون که نیست. روزنامه‌ها هم که می‌بندن. اونایی که از سیاست سر می‌خورن، گاهی هم میان بیرون بیشترشون. بله. به هر حال این ارتباط که من به هیچ وجه تعمیم نمی‌دهم که همه باید اینطور باشن، ولی این ارتباط به نظر من در قلب مسئله سیاسی ماست. ارتباط میان رسانه‌ها و سیاست. اگر این دوتا رو با هم اصلاح نکنیم موفق نخواهیم شد. ما هر دو رو باید بکنیم. منظورم این نیست که روزنامه‌ها باید سیاسی باشن به معنای متداولی که مثلا در این شهر در خیلی جاهای دیگه می‌بینیم. نه، منظورم این است که اون ایده آرمانی که برای سیاست ایران داریم باید تو کار روزنامه‌نگاری وارد کنیم. و اون کاری که در روزنامه‌نگاری می‌کنیم سیاست آینده ایران رو تعیین خواهد کرد. چرا بخوام چرا خود متوجه بشیم نشیم. این کارکردهای روزانه ما در اثر روزنامه‌نگاری تأثیر سیاسی خواهد داشت در آینده ایران. چون که الان در ایران دارد. بله، ولی از یه طرف اون تصویرم که نگاه بکنیم تو چاله چوله های بزرگ هم میفتن یه دهی که بدون اینکه آگاهی نسبت به سیاست داشته باشن و بدون اطلاع از روزنامه‌نگاری وقت به هر دوش میپردازن. باید دید میدان عملشون چقدر گسترده است. خوشبختانه خیلی میدان محدودی من میبینم برای بسیاری از سیاستگران و روزنامه‌نگاران در خارج از ایران. من حالا به ایران فعلا کار ندارم، بحث ما بیرونه. میدان عملا خیلی خیلی محدوده. در سیاست‌های محلی منطقه‌ای بیشتر کار می‌کنند. اونا رو ممکنه بهتر یا خرابتر بکنند. ولی چون محیط باز است، ببخشید. چون محیط باز است و خیلی هم می‌توانند دست در کار باشن، خوشبختانه اون رقابت سطح رو به بالا آورده و این سطح رو به بالا دارد. ما اگه نگاه کنیم به گستره نشریات فارسی زبان در خارج از ایران، ممکنه به خیلی نشریات کم ارزش بر بخوریم، ولی بسیار روزنامه های حالا روزنامه من وسیع معنای عامش رو میگیرم، منظورم ژورنال، حالا ماهانه است، روزانه است، هفتگی، هرچون خود بشه، روزنامه بسیار خوب در خارج از ایران در میاد، بسیار بسیار بهتر از پیش از انقلاب در ایران. ولی اون روزنامه‌ای که اون دو سه سال در ایران درآمدند و اون مجلات اختصاصی که یا علمی که پیش از اون دو سه سال بهار مطبوعات، دو سال بهار مطبوعات ایران طول کشید در دوره جمهوری اسلامی، اونا حقیقتاً سطح‌های بسیار بالایی داشتن و از لحاظ حرفه‌ای و از لحاظ سیاسی هر دو بسیار خدمت کردن به اون جامعه. قهوه گرم امریکایی ان شاءالله که به مذاق شما که از اروپا میاد این قهوه میچسبه آقای همایون. قهوه رو باید در اروپا خورد. بله. و در امریکا میشه بالاخره تحملش کرد. در امریکا باید رفت استارباک. داشتیم صحبت میکردیم راجع به سیاستگر و روزنامه‌نگار و روشنفکر که شما گفتید تلفیق این سه با همدیگه در دوران معاصر ایران خیلی تلفیق جالبی بوده و وجودشون و حضورشون در صحنه سیاست و تاریخ و فرهنگ ایران. من همیشه میگم که خب اشتباه و خطای سیاستمداران خیلی خطرناکه، اشتباه و خطای روشنفکران دردناکه، اشتباه روزنامه‌نگاران در این وسط چیه و اشتباهی یه نفر در ترکیب این ستا بکنه چه برای سر ملت میاد؟ هرچه ناک بد دارید میتونید به کار بفرید.
بله، نتیجهش هم وضع کنونی ایران است دیگه. ما همطور از اشتباه به اشتباه پدیده ایم و فرصت های بسیار گرانبهایی رو در این صد سال از دست داده ایم. منتها به قول اسکار وایلد، انسان نام اشتباهاتش رو تجربه میگذاره. حالا ما تجربه زیادی پیدا کردیم، خیلی تجربه کردیم. این اشتباهات خوشبختانه بسیاری از ما رو بهتر کرده است، بسیاری از ما رو آگاه‌تر کرده است و دست کم اشتباهات گذشته رو دیگه نخواهیم کرد. حالا ممکنه اشتباهات تازه ولی باز خوب است که اشتباهات گذشته شون اشتباهات گذشته ما خطرناک‌ترین اشتباهاتی بود که میشد کرد. میدونید در زندگی انسان هم پیش میاد، انسان در نوجوانی که کمترین آمادگی داره مهمترین تصمیمات زندگیش رو میگیره و دیگه رهایی نخواهد داشت. ما هم در دوران نوجوانی تاریخی خودمون، تاریخ معاصر خودمون، تاریخ امروزی خودمون، یعنی دوران نوجوانی تجدد خودمون، مهمترین تصمیماتمون رو گرفتیم و این 100 سال دوچار اون تصمیمات هستیم، دوچار تصمیمات دوران نوجوانیمون هستیم. هنوز هم ما تو نوجوانی هستیم. از خیلی جهات جامعه ایرانی امروز رو، فضای اجتماعی ایران امروز رو میشه با انگلستان مثلا قرن 18 مقایسه کرد. ما هنوز 250 سال، نه لزوما از نظر زمانی ولی از نظر فضای فکری، ما 250 سالی عقب هستیم و خب میتوانیم 250 سال رو در 25 سال طی بکنیم و خواهیم کرد. به هر حال این اشتباهات همه‌شون خطرناک هستن. حالا کدام بیشتر خطرناکن؟ اشتباه سیاسی از همه خطرناک‌تر است. شما آمادگی به عنوان یک فردی که من میدونم که خیلی معتقد به گفتگو و بحث و گاهی اوقات هم جدل هستین در بحث‌های سیاسی، اینها این اعتقاد رو هم دارید که هر آنچه که الان میگید حقیقت صرف نیست و ممکنه که مثلا یه دی اولا که به طور غریب این ممکنه نپسندن این طرز فکر، ولی خود شما اگر که مثلا با شما بحثی بکنن و شما رو مجاب بکنم اینکه ممکن اشتباه بکنید، یعنی پذیرفتن اینی که اون چه که من میگم حقیقت صرف نیست کاری یک انسان پخته و یک سیاستمدار پخته است و روزنامه‌نگار و روشن فکر پخته. این نشانه نه تنها پختگی است، در سطح اجتماعی نشانه ورود به دوران تجدد است، نشانه نو شدن است. برای اینکه هم بحثی که کردیم از در آغاز راجع به نوگری تو تجدد یا مدرنیته، بنای کار بر این است که باید هی بهتر شد، یعنی باید اشتباهات رو تصحیح کرد، باید نظرات نادرست رو کنار گذاشت و آماده پذیرفتن آنچه که بهتر است و درست‌تر است تجربه کردن. میدونید اصلا مدرنیته با تجربه، دید تجربی شروع شد در فرانسه و انگلستان، بیش اصلا در فلسفه فرانسه و انگلستان. و حالا نمیدونم من چقدر آمادگی دارم، هنوز چقدر به اصطلاح شما پخته شدم، ولی بسیار بیش از گذشته آماده تغییر دادن نظرات نادرستم هستم. به هر حال انسان اسیر خودش است، اسیر آموخته هاش است و آسان نیست تغییر دادن، آسان نیست اذعان به خطا کردن، ولی چاره هم نداریم، باید این کار بکنم. منتها باید عرض بکنم در بیشتر این جدل ها و بحث هایی که من در این سال ها داشتم ندیدم اون یک روحیه آماده برای رسیدن به یه حقیقتی رو، بلکه روحیه اثبات مطلبی بود که از پیش تصمیم گرفته شده بود که درست است. هر کاری هم میکردیم تغییری در این وضع پیدا نمیشد، هیچ تکانی نمیشد. و خب سلاح‌های جدلی هم خیلی ناکارآمد بود بیشتر اوقات. جامعه ما به دلیل واپسماندگیش و محدودیتش به آدم امکان این رو هم که خیلی خودشو بهتر بکنند نمیدهد متاسفانه. یعنی شما در برخورده با دیگران میتونید بهتر بشید، در خونش انسان خب تو پیله خودش میتند. انسان باید با بیرون از خودش برخورد داشته باشد، چیزهای بهتری ببیند. بدبختانه در فضای بیرون از ایران در این 20 سالی که من درگیرش بودم، 21 سالی که درگیرش بودم، کمتر برخوردم به بحث و یا جدلی که خیلی سطح پایین تری داره از بحث،
که انسان رو حقیقتاً متقاعد بکند به اینکه به کلی پرت بوده است، اشتباه کرده است. ولی مسلماً در این برخوردها متوجه شدم که نقاط ضعف کجاست و سعی کردم اونا رو بهتر بکنم. اینو بالاخره پیدا کردم. اما اینکه تغییرم بدهند به کلی هنوز بر نخوردم به اون، یک، اون روحیه حقیقت پذیر و جویای حقیقت، دو، به سلاح‌های جدیدی که لازمه برای خب اینم بحث. یه فرهنگی می‌خواسته که در واقع ما نداشتیم هیچ کدومون، فرهنگ گفتگو، فرهنگ پذیرش فکر دگراندیش، فرهنگ نشستن در کنار کسی که باش مخالفی ولی میتونی باش حرف بزنی بدون اینکه شعار بدی یا بدون اینکه فحش بدی یا بدون اینکه بدزبانی بکنی. این یه چیزی است که حداقل امیدواری ما این هستش که در این محیطی که هستیم، محیط خارج از کشور، در کشورهایی که داریم زندگی میکنیم، این رو به عنوان تجربه یاد بگیریم. هم اینو باید یاد بگیریم، هم باید خیلی چیز باید یاد بگیریم، باید اصلا یاد بگیریم، باید بیاموزیم. نمی باید دلخوش باشیم با اون چه که آموخته ایم. کافی بدونیم. ما که همه چیز دیگه خوندیم، بعد دیگه اشکالی نداریم. ما احتیاج نداریم بخوندن. یک کسی رو از قولش در جلسه تعریف کردن، گفتاوردی به اصطلاح آوردن، خیلی جالب بود. گفته بودن گفتم احمقم که کتاب بخونم، من نادانم کتاب بخونم. خب بله، انسان حقیقتا نادانه. انسان تا لحظه آخر زندگی نادان از جهان خواهد رفت، برای اینکه اینقدر چیزاست که باید دانست که ما گوشهش هم دسترسی نداریم. به هر حال اگه فضای بحث در بیرون، حالا صحبت بیرون میکنیم، فضای بحث رو بشه بالاتر برد، سطح بحث رو بشه بالاتر برد، ما آماده تر خواهیم بود هممون برای اینکه خطاهای خودمون رو بپذیریم و اصلاح کنیم. سطح پایین بحث انسان رو جازمتر میکنه در اعتقاداتش. این گرفتاری در خارج از ایران اینقدر گاهی ساعت پایین است، شخصی است، قول شما شعار است، دشنام است، پرت شدن از مطلب است، پیش کشیدن مسائل نامربوط است که انسان میگه خب آنکه من اگه اینه طرف مقابل من، پس من بیشتر و بیشتر حق دارم. این هم یه گرفتاری بود است که حالا اینا همه جنبه خیلی خودستایی پیدا میکنه، چون دیگران هم راجع به همین خواهند گفت حق دارند، ولی اینه دیگه مسئله. میدونین آقای همایون، من خاطره بسیار دوری که از روزنامه‌نگاری دارم، موقعی که شاید کار اولیه، سالهای اول کار روزنامه‌نگاری رو شروع کردم، همیشه روزنامه آیندگان که شما سردبیرش بودید میخوندم. این نثر فاخر شما و این فارسی تمیز، کلمه‌ای که همیشه من براش بکارم، تمیز و کلماتی که وارد زبان فارسی و ادبیات فارسی و روزنامه‌نگاری فارسی کردید، برای من خیلی قابل تحسین بوده. و شما الان که فکر میکنم یه گروهی از ما روزنامه‌نگاران جوانتر از شما، نه جوان ولی کسانی که تازه پا به محدوده روزنامه‌نگاری گذاشته بودیم، این شیوهی که شما در روزنامه آیندگان به وجود آوردید و اتفاق همکارانتون رو دنبال کردیم، یاد گرفتیم، آموزش دیدیم ازش، و یه نسل روزنامه‌نگاری با فارسی تمیزتر سعی کردیم و نسل روانتر رو به وجود بیاریم در ایران. الان شما نسل روزنامه‌های ایرانی که می‌بینید چه حالی به شما دست میده؟ چون یک تغییر و دیگرگونی عجیب غریبی در این نسل است که گاهی اوقات حتی برای من ناآشناست بعضی چیزایی که می‌خونم. بعضیاش نه خیلی خوبه. پاره ای از آثار روزنامه‌نگاری ایران حتی امروز بسیار بسیار خوب است. ولی حق دارید، یه فارسی عجیب غریبی در جمهوری اسلامی پیدا شده است. از طرفی ورود بیش از حد اصطلاحات عوامانه، با عوام مخالفتی نیست، ولی عوامانه چیز خوبی نیست. مردم بسیار خوبن، هرچی ما داریم مردم، ولی عوامانه به هر حال قابل پرهیز است، باید پرهیز کرد. ولی این پرهیز در نویسندگان روزنامه های ایرانی کمتر دیده میشه. اصطلاحاتی به کار میبرن که ممکنه که منظور رو حاصل بکنن. شما میتونید در اتومبیل به یکی از اون اسباب مثلا اون اجزا بگید سگ دست. خب سگ دست بسیار خوبه، ولی این کار در علوم اجتماعی بخواید بکنید، با روحیه سگ دست بخواید روح بشید، با زبان علوم اجتماعی جور در نمیاد. و اینو ما میبینیم که مثلا چیزهای خیلی لوس، مسئله ساز. آخه مسئله ساز فقط به درد یه رژیم پلیسی میخوره، بی خودم نیست که
در جمهوری اسلامی امروز این واژه ساخته شده است. بسیار از این نمونه ها من برمیخورم، واژه های خیلی خیلی مبتذل بگویم به کار میبرند. در خارج از ایران بهتر است و نصر بهتری با داریم، سرکار داریم باش در روزنامه نگاری. ولی مشکل نصر روزنامه نگاری و مشکل زبان فارسی هم باز مربوط میشود به هم مشکل سیاسی و فرهنگی ما. زبان رو ما خیلی با دید محافظه‌کارانه نگاه میکنیم بشه، همونطور که از سیاست و محافظه‌کارانه در فرهنگ این که به شدت محافظه‌کار هستیم، زبان رو هم بسیار محافظه‌کارانه و ترسویانه بگویم باش رو روی میشویم. میترسیم که این زبان رو ورزش بدهیم. این زبان همین مقداریست که من و شما بلدیم، هر چیزی از این خارج بشه دیگه زبان فارسی نیست. در حالی که زبان فارسی بسیار هم باهوشتر از ماست، هم دلیرتر از ماست، خیلی کارا میتونه بکنه که ما جرأت نمیکنیم، فقط کافیه جرأت کنیم. حالا که ما میایم در محیط مثلا انگلیسی زبان زندگی میکنیم، میبینیم که وقتی جامعه دلاور است، این دلاوری زبان به کجا میکشه. وقتی جامعه نوجوست، این زبان چه اندازه امکانات نوجویی میده. در عرض 20 سال گذشته بیشتر در امریکا یه صنعت به کلی تازه به وجود آمد، صنعت رایانه. تا کنون شاید مثلا 5,000-6,000 واژه وارد این صنعت شده است. نه فقط 7-8 تریلیون دلار واردش شده است، نمیدونم بیشتر، و نه تنها 3-4 میلیون 5-6 میلیون کار باهاش همراه آمده است، 5-6 هزار واژه در آمده است. در زبان فارسی هر کدام اینها با مقاومت شدید میتونه روبرو بشه و میشه. اینجا واژه به کار میره و فردا جنبه عام پیدا میکنه. برای اینکه مردم نمیترسند از زبان، و زبان براشون فقط آنچه که خودشون میدانن نیست. ما یکی از کلیشه هایی که در این جامعه کلیشه زده رواج دارد، زبان سعدی و حافظ است. ما باید زبان سعدی و حافظ رو حفظ کنیم. نگهبانان زبان کهن فارسی. کی زبان سعدی و حافظ سخن میگوید در ایران امروز؟ کی به زبان سعدی و حافظ می نویسد؟ و زبان سعدی و حافظ از اون حوزه محدود، حوزه عرفان ایرانی و حکمت ایرانی، فلسفه ایرانی، من درش بسیار تردید دارم. ما هنوز فلسفه ایرانی نداریم، ما حکمت ایرانی داریم، عرفان ایرانی داریم. جای خارج از اون حوزه چه میتواند بیان بکند؟ شما با زبان سعدی و حافظ امروز چه جوری میتونید زندگی بکنید؟ مگر اینکه هر جا گیر کردید انگلیسی بسازید، انگلیسی. میبینید همین نگهبانان زبان سعدی و حافظ به محض اینکه از اون پوسته خودشون بیرون بیاین، به ضرورت شغلی، چون کنجکاوی در میان نیست متاسفانه، به ضرورت شغلی با یک عرصه دیگری روبرو شدن، ناچار دانان انگلیسی با هم صحبت بکنن. اینو گرفتید. زبان سعدی حافظ مال دیوان سعدی و دیوان حافظ است. باید آموخت، باید خون، ما هم خوشبختانه میخونیم. فقط هم سعدی حافظ نیست. ما 8 تا شاعر درجه یک داریم که اونا رو باید بخونیم، همه زیر سایه حافظ رفتن. اینم باز از اون حرفاست. چقدر میشه دیوان حافظ چاپ کرد؟ آخه چقدر میشه حافظ خون؟ چقدر میشه رو حافظ مطالعه کرد؟ آخه یک ملت و یک شاعر این میشه هم چیزی؟ اونم هم چهار ملتی که همش به شعراش افتخار میکنه. اگر ما زبان رو هم با این دید نگاه بکنیم که یه چیز زنده است، یک فراورده محصول یک تاریخ طولانی نوشته 3,000 سال است، حالا نوشتهش که نمیدونم چهاده، و در این 3,000 سال این ملتی که با این زبان زندگی کرده و اینو به این پای رسانده است، هزاران میلیون ها میلیارد ها تجربه کرده و اینا وارد این زبان شده و در این واژه‌نامه ها، فرهنگ نامه ها اینا هست. شما اگر بخواید زبان فارسی رو فقط با این 2,000-3,000 کلمه‌ای که ما بلدیم به کار می‌بریم تعریف بکنید، که آقا این حتی زبان سعدی و حافظ بدبخت هم نیست. یه وقتی من واژه رسانه رو برای میدیوم به کار بردم، میدیوم رسانه، میدیا رسانه، راحت شدم.
جام افتاد این کلمه. خوشبختانه مدیر یه مجله دوست عزیز من آقای دکتر مصطفی مقاله نوشت. آقا رسانه یعنی چه؟ من رفتم فرهنگ عمید رو نگاه کردم. فرهنگ عمید فرهنگ اسلامی 20000 تا لغت بله زحمت هم کشیده ولی 20000 تا لغت. و رسانه به معنای غم و اندوه هست. یه بیت شعرم چاشنی از یه کسی که هیچ کس نامش رو نشده چاشنی. من رفتم در فرهنگ بزرگتر نگاه کردم. یکی از سرگرمی های من در زندگی خواندن فرهنگ لغات فارسی بود. مثل اینا که دفتر تلفن میکنن اوتیستا ما مطالعه اون هم تو میشستیم زیر کرسی. چیز خوبی هم بود اون کرسی. و فرهنگ بهار یادم اول نیست که فرهنگی خوندم. فرهنگ بهار سر تا سرش خوندم. خلاصه رفتیم به فرهنگ ها نگاه کردیم. فرهنگ نامه ها دیدیم بله رسانه غم و اندوه همون بیت از همون شاعر هم هیچ کس دیگری نشانی از این واژه جای دیگه نداره. نیست. اون یه رسانه رو. خب ما به این رفیقم تلفن کردیم. نمیخواستم باش واژه بحث قلمی بشم. خیلی بهش علاقه و احترام داشتم که برادر آخه زبان فارسی همین فرهنگ عمیده تا ابد هم باید تو این دایره محدود بمانه. ما تا آخر الزمان باید با این 20000 واژه فرهنگ عمید زندگی کنیم. هیچ چی دیگه نمیشه تو این زبان آورد. هیچ چی دیگه هم نیست تو این زبان. تو برو این فرهنگ رو نگاه کن. حالا این همه ما واژه برای غم و قصه و اندوه و مصیبت و گریه و زاری و فلان ده. یه دونه لازم نیست اونجا به کار بره. یه دونه قرضش بده ما. اینجوری ما به زبان اگه بخوام نگاه بکنیم میشود همینی که همین تکرار همین 500 600 2000 3000 کلمه که در زندگی اون کار شما برید زبان فرانسوی زبان رو یا انگلیسی زبان رو حرف زدن روزانه‌شو بشنوید ببینید 5 برابر ما اینا واجبه کار بود تو سخن روزانه. خب آینه محیط و زمان و ملت و فرهنگ و همه چیز زبان دیگه محدودیت دید که اولش عرض کردم هر چه بحث بکنیم هی به جنبه های دیگری از این محدودیت اصلا این شب یلدا پر از غصه و پر از تیرگی بیشتر از پیش. یه نمونه جالبی در مورد پویایی زبان و چیزی که وجود داره زبان عبریز که الان در استفاده میکنن از زبان توراتی 7000 ساله یا 5000 ساله زبانی ساختن که الان تمام کلمات و کلمات بله تکنولوژیک جدید امروزه توش هست. بنابراین جرأت کردن 100 سال طول میکشه زبان داره اینا رو. اینا فقط جرأت کردن رفتن این استخراج کردن از توی این زبان و خب ساختن. یعنی هر چی هست از زبان چون گرامر زبان دستور زبان و واژگان موجود ریشه های موجود و واژگان موجود توی زبان قادر است 90% 80% نیازهای جامعه امروزی رو برآورده. خب 10-20% به انگلیسی و فرانسه چاره‌ای نداریم. ما این کار حاضر نیستیم بکنیم و این است که یکی از میدان‌های جنگ من همین بوده که این زبان رو با جرأت با نوآوری باش روش با احترام بهش. ما اگه بریم به این زبان از توی گورستان این فرهنگنامه ها چون گورستان هیچ کس روش مراجعه نمی کنه در بیاریم موزه ایست که هیچ کس دیدارش نمیره. خب این زندگی روزانه ما رو غنی‌تر میکنه و اگر من خدمتی در این زمینه کرده باشم خیلی خوشحال هستم. خب من حداقل من یکی و یه تعداد زیادی از کسانی که میدونم جزو طرفداران این حرکت شما هستم خیلی قدر میذارم کاری که شما کردید. و یک نکته دیگه راجع به زبان فرمود ببخشید. نه خواهش می‌کنم بفهم. این نحو فارسیه. سینتکس نحو فارسی باز مثل واژگان فارسی افتاده در یه قالبی. ما یه نحو معین فارسی رو که خب مقدار زیادی هم تحت تاثیر عربی چون اولین دستور نویسان فارسی رفتن از عربی تقلید کردن. یعنی زبان فارسی به کلی با عربی فرق داره. حال واژگان ما یه چیزای مشترک داره اون ربطی نداره. خود زبان قطب متباعد دو تا مثلا قطب و این نحو رو باز یکی از گرفتاری‌های من نحو فارسی بود چون فارسی رو من با یه نحو دیگری می‌نویسم. من اینی که معموله دوست دارم هر کس حق داره. فارسی هم اجازه میده. یه نمونه کوچک براتون بیارم. شما اگر بگویید که مثلا حسن کتاب رو آورد و به حسین داد اینو 5 جور 6 جور میتونید بیان بکنید و همه کاملا روان و جا افتاده است. در بیشتر زبانه نمیشه این کاری کرد. 2 جور 3 جور 1 جور بیشتر نمیشه گفت. حسن کتاب حسین داره. فارسی این خاصیت داره.
نحو فارسی نحو پویایی است، نحو انعطاف پذیر است، سیاله، خیلی انعطاف پذیر. خب این رو هم ما می توانیم درش نوآوری بکنیم، می توانیم نحو رو هم تغییر بدیم، می توانیم جمله بندی رو عوض بکنیم. و یک کار دیگری که فارسی لازم دارد جمله های طولانی تحلیلی است. لازم نیست شما جمله های تلگرافی بنویسید. بله، ذهن بی حوصله جمله تلگرافی میخوان، مقطع، یعنی روان، این نثرش روانه. آخه یه مفاهیمی رو نمیشه هی شکست. این تمام، حالا نه تنها تأثیر، تمام بار فکریش آسیب میبینه، بلکه از لحاظ استتیک به اون نثر آسیب وارد میشه. خب دیگه اون این بخش فکر میکنم وارد بخش سلیقه نوشتن، نوشتن و نویسنده و اینها میشیم دیگه. من منظورم بیش از سلیقه است، ضرورته. ضرورت، یعنی شما اگه بخواید بحث رو عمیق‌تر بکنید جمله های طولانی تر تحلیلی هم لازم دارید، یعنی که در انگلیسی شما به فراوانی میبینید. نمیشه با همون نثر سرسری آل احمد شما بیش از آل احمد بشید. همونه دیگه، فکرم هم قد آل احمد میشه. حالا آل احمد بسیار مرد هرچی خوب بد هست، به منم خیلی لطف داشت، من متاسفم. خوب و بدیش کنن، ولی همه تقریبا میدونن که نثر خوبی نداشت آل احمد. حالا شما هم یه مثالی پیدا کردی تو این اندیشه بدتر از نثر بود. خیلی هم به من محبت داشت، یعنی به هم دیگر یکی دوار بیشتر ندید، خیلی به من در کتاباش محبت کرده است. ولی چاره نداره، باید این رو گفت، نثر هم همراه اندیشه باید تکامل پیدا بکنه و بالعکس. خب شما اجازه میدید یواش یواش به سراغ بینندگانمون بریم که اگر این همه که من وقت شما رو گرفتم، اگه سوالی دارن، پرسشی دارن با شما در میون بگذارن. با آقای داریوش همایون هستیم و اگه دوست دارید که با ایشون سوالی رو در میون بگذارید، خط های تلفنیمون از حالا باز میکنیم. تلفن های ما در استودیو 818-509-9444 هست و منتظر شنیدن سوالای شما از آقای داریوش همایون هستیم. و من کماکان به صحبتام ادامه میدم با یک سوال دیگه، پرسش دیگه. آقای همایون، روزنامه‌نگار امروزی رو ما میتونیم یه تاریخ نگار به حساب بیاریم؟ در ایران روزنامه جای سیاست، حزب، تاریخ نگاری همه چی گرفته. ولی اصولا میدونید تاریخ سیاست روز است و روزنامه‌نگاری سیاست روز است، تاریخ هم روزنامه‌نگاری گذشته است. بله، نیست که اینا جدا نیست هستن. روزنامه‌نگارا حقیقتاً نویسندگان تاریخ هم مقدار زیاد. این درست هست. خب به اولین بینندمون پاسخ بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم، با شما هستیم. سلام عرض کردم. سلام بر شما. این درست هست. خب به اولین بینندمون پاسخ بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم، با شما هستیم. سلام عرض کردم. سلام بر شما. حال شما خسته نباشید، خیلی داریم لذت میبریم از برنامه زیباتون. خواهش میکنم. سلام میکنم خدمت آقای داریوش همایون، خیلی لذت میبریم از صحبتاشون، واقعا استفاده میکنیم. من اولین آشنایی من با نام آقای همایون از طریق نوشته های آقای میلانی بود که چه تصویر زیبایی توی کتاب از شما واقعا نشون داده بودن با نوشته هاشون، و خیلی علاقه‌مندم که ببینم آخرین آثار شما چیه و چطور میتونم تهیه کنم، اگه لطف کنید یه توضیحی بدید، چون خیلی علاقه‌مندم به ایده هاتون و نظریاتون راجع به هنر و پست مدرنیسم و صحبتایی که کردید خیلی برام جالبه، و اگه لطف کنید بگید که چطور یه نامی ببرید از آثارتون و چطور میتونم تهیه بکنم. زمنان رجب اگه وقت هست و میتونید یه مقدار مختصری رجب آیندگان که فکر میکنم خیلی زمان قبل از انقلاب شما شروع کردید به کار در اونجا و خیلی هم موفق بود و سرسده زیادی داشت و این چیزا، یه مقدار توضیح بدید بدونم. حتما این کار رو میکنم. شما لطف بفرمایید، فقط بفرمایید از کجا تلفن میکنید دوست عزیز؟ از فلوریدا. از فلوریدا. فلوریدا. بسیار ممنون فرنک خانم. به پاسخ آقای همایون قربانتون باشید. خیلی لطف فرمودن. من سه کتاب در این مدت نوشتم و یک کتاب کوچکتری. این کتاب ها اولیش دیروز و فرداست که باز هم پارسال چاپ شد، در 1981 چاپ شد، در 80 نوشته شد. نگاه از بیرون است که 85 به نظرم چاپ شد و یک گزار از تاریخ است که 91
91 یا 90 چاپ. اون کتاب سومتون رو من ندارم آقای همایون، بعد به خودم ندارم. خودتونم ندادین؟ نه خب اینا یعنی تموم شده، نایاب شده، نایاب شده. کتابخانه کتابفروشی‌های لس آنجلس احتمالاً ممکن است نسخه‌ای داشته باشند و کتاب ایران بوک در واشنگتن که در اینترنت هم نشانیش دسترسی دارید میتونید، شاید بتوانند فراهم بکنند. بنده مقالاتم در روزنامه نیمروز در میآید، ماهی دو تا مقاله دارم، رسالت بیشتر طولانی است خیلی، و او هم نیمروز هم یک تارنما دارد روی در اینترنت هست، www.nimruz.com. نیمروز با دو تا او میمیسن یا با دو تا او میمیسن؟ با دو تا او، با زی به اصطلاح. و یک تارنمای دیگر داریم، ایران سی پی آی که کانستیتوشنال پارتی آف ایران، حزب مشروطه ایران است، ایران سی پی آی دات ارگ. در اونجا هم پاره نوشته های من ظاهر می شود. ایران سی پی آیش یک کلمه است، نقطه وسطش نداره؟ نقطه وسطش نداره نه. و نوشته های انگلیسی بیشتر اونجا می آید برای اینکه خواه آسانتر است، ولی نوشته های فارسی رو هم سر کنیم که تو بیشتر اونجا بیاریم یه لینکی یه چیزی پیدا بکنیم، شاید اصلا یه چیز مخصوصی. به حال خیلی لطف دارم خانم. اما در مورد آیندگان در سال 1346 پایه‌گذاری شد، میشود 67، و تا سال 1979 ادامه پیدا کرد، تا تابستان 79 یا 58. و من پایه‌گذار این روزنامه بودم و مدیرش بودم و با رئیس هیئت تحریریش بودم، سردبیرش. چند نفر سردبیران گوناگون داشت، آخرینش آقای هوشنگ وزیری بودند، امروز سردبیر کیهان هستند. و این روزنامه خیلی روزنامه متنفذی شد، روزنامه خیلی بزرگی نشد از لحاظ تجارتی، ولی بسیار روزنامه متنفذی شد، متنفذترین روزنامه اون روز ایران بود، هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی به اصطلاح، چون به کلی دید تازه یک شیوه تازه‌ای در روزنامه‌نگاری ما آوردیم. سعی کردیم که روزنامه‌نگاری سطح بالای اروپایی به اصطلاح های براو، اینا میگن های براو یا براود شیت، های براو در مقابل تابلوید و لو براو، بیاریم وارد ایران بکنیم. نقد هنری، هنرسنجی، کتاب، نقد کتاب، بخش ادبی به اصطلاح، یه کارهای تازه‌ای کردیم که خوشبختانه محصر بود. روزنامه هم بود که وقتی من دیگه هیچ شرکتی مشارکتی درش نداشتم و هیچ دخالتی درش نداشتم، بهترین مبارزه رو با جمهوری اسلامی کرد در چند ماه آخر فعالیتش و چند ماه اول روی کار آمدن رژیم اسلامی. روزنامه بود که بیشتر مقالات مخالفت با برقراری فاشیست مذهبی در اون اولین روزها و هفته ها در اون روزنامه انتشار پیدا کرد. روزنامه بود که خمینی گفت من آیندگان نمیخوانم، و من اون وقت در ایران پنهان زندگی میکردم و شنیدم که روی دیوارها نوشته بودن که من آیندگان نمیخوانم چون سواد ندارم، زیرش اسم خمینی را نوشته بودن. حالا نمیدونم درست بود یا نه، ولی من تعریف کردم. و روزنامه بود که وقتی مصادره کردند، حمله کردند، کارکنانش رو گرفتند و مدت ها 3-4 ماه زندانی کردند و خود روزنامه رو هم دیگر اجازه انتشار ندادند و خوشبختانه نام این روزنامه آلوده نشد به جمهوری اسلامی. خوشحالید از اینکه قطعش کردن. به بیننده دیگری گوش میکنیم، خواهش میکنم با ما هستیم، بفرمایید. با آقای داریوش همایون. روزتون بخیر. روز شما. خدمت مهمان عزیزتونم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همیشه از این برنامه های بسیار خوب شما ما بیشتر داشته باشیم. خواهش میکنم. عرضم خدمتون که میخواستم خدمت آقای همایون مجددا سلام عرض بکنم. بنده ایشونو خیلی بهشون ارادت دارم و از نزدیک در ایرانم افتخار آشناییشونو داشتم. و باید عرض کنم قبل از هر چیز، من یه فردیم که با کارگری در ایران زندگی خودم رو گذروندم. بله. کارگری که خوشبختانه میتونم بگم متاسفانه تعدادش کمه، ولی کارگری آگاه که همیشه با کتاب سر کار داشتم، با روزنامه‌ایشون
دائما مطالعه میکردم، کتاب خارج از کشورشون رو خوندم و واقعا بهشون افتخار میکنم. و یکی دیگه افتخار اینو داشتم که در عروسی ایشون هم باشم، البته بر حسب جاوم و به عنوان دعوت. برحال میخواستم از آقای همایون خواهش کنم نظرشون رو بدونم که الان ادهی در شروع کارشون بعضی از این تلویزیون ها یک نوعی حزبی رو دارن تشکیل میدن بدون برنامه و میدونم که خب مشروط طلبان که ایشون یکی از اون افراد هستن به هر حال حزب خودشون رو دارن، ولی اگر این حزب در جهت همکاری و کمک به مردم ایران در آینده بخواد باشه، آیا ایشون فکر نمی کنن برای این که به هر حال متاع ایرانی ها یعنی ملت ایران متاعشون اگر اون رأیشون باشه برای نوع انتخاب حکومت آینده بخوایم اون متاع رو بخریم، باید چیزی برای عرضه کردن داشته باشیم؟ و آیا موقعی نیست که این حزب بیاد برنامه خودش در جهت رفاه اجتماعی، رفاهی که مردم به هر حال اغلب صحبتش رو شنیدن ولی اغلب حکومت‌ها که در ایران بودن متاسفانه حتی مینیمم رفاه رو به مردم ندادن و مسئولان و حکومت همیشه به هزاران برابر توانایی خودشون از اون درآمد نفتی و دیگر درآمد استفاده کردن و همین باعث شد که این ملت به کسی اعتماد نکنه. آیا میشه بگیم که موقع اون رسیده که یک برنامه ای رو اعلان بکنن برای اون ملتی که سرگردانن و میخوان اعتماد به یک کسی بکنن و منتها میخوان بدونن چی گیرشون میاد اگر بخوان فرض مثلا به این حزب یا اون حزب در آینده اعتماد بکنن؟ آیا این متا یعنی رأی خودشون رو میخوان بپوشن؟ آیا واقعا چیزی گیرشون خواهد اومد؟ اجازه میدید که پاسخ شما رو بدن آقای همایون؟ خواهش میکنم. باز با تشکر از لطف فراوانشون و امیدوارم که زیارتشون کنم یک بار دیگر در گوشه جهان. ما خبر ندارم من که حزبی روزنامه ها میخواهم تشکیل دارم، ولی خود ما حزبی تشکیل داده ایم به نام حزب مشروطه ایران که از سال 1994 رسمیت پیدا کرده است و این حزب علاوه بر منشور و اساسنامه‌اش که خیلی تفصیلی هم هست و نظرگاه های حزب در اون آمده است، به تازگی من کتابی نوشتم به نام حزبی برای اکنون و آینده ایران که برنامه سیاسی پلتفرم یک حزب راست میانه است و این حزبی است که ما امیدوار هستیم که نه تنها در شرایط مبارزه امروزی بتواند نقشی داشته باشد که کمابیش دارد، بلکه در ایران آینده هم یکی از مبارزان میدان دموکراسی حزبی ایران باشد. و در این کتاب اگر شنونده محترم بیننده محترم دسترسی پیدا بکنند که اونم یک بار چاپ شد و تمام شد و حالا در کار چاپ دومش هستیم، اگر دسترسی پیدا بکنند و کسان دیگری که علاقمند هستند، شاید تفصیلی ترین برنامه عمل برای اداره جامعه و اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران در اون کتاب آمده است و بسیار ما وسیع گرفته این دامن بحث رو، همه یه موضوعاتی که مربوط میشد به فعالیت یک حزب سیاسی که میدونید حزب سیاسی باید همه جنبه های اجتماع رو دربارش بیاندیشد و برنامه ریزی بکند، ما سعی کردیم که در این کتاب وارد بکنیم و امیدوارم که دیگران هم که یا حزب میخواهند تشکیل دادن یا تشکیل دادند همین کار رو بکنند. همونطور فرمودند مردم میباید بدانند که با که سر و کار دارند و بعد چه خواهد شد و به که باید رأی بدهند و به چه، حتی مهمتر از که چه است، برای اینکه انسان حرفایی میزند میرود ولی اون سخن است که باقی میماند و اون سخن چیست. این است که ما به هر حال سعی کردیم این کار رو بکنیم. جواب پاسخ اون ایده‌ای که معتقدن که هر گونه تغییری باید از داخل ایران انجام بشه نه از خارج رو چی میدید آقای همایون؟ چه لزومی داره که هر تغییری از یک جا، حالا بعضی هم در خارج میگن فقط از خارج، نه، همه ما به عنوان ایرانی باید تغییر بدهیم خودمون رو، پیرامونمون رو و کشورمون رو. ما مسلماً سهم بزرگ میتونیم داشته باشیم. به هر حال وقتی 3 میلیون ایرانی به یک تعبیری به یک آماری آمدن به بیرون از ایران و بسیاریشون مردمان درس‌خوانده آگاهی هستند مثل بینندگان محترم شما،
اینا چرا نباید در صدد تغییر ایران بر بیایند و چرا نباید با سخن و اقدام خودشون تأثیر بگذارند در وضع ایران؟ و ما بسیار در خارج از ایران میتوانیم در هر دو زمینه هم از جهت پروراندن بحث سیاسی که باید در ایران داشته باشیم و به مقدار زیاد هم پیدا کرده ایم و هم از لحاظ عمل سیاسی، از لحاظ سخت کردن زندگی برای این رژیم بسیار نقش مهمی میتوانیم داشته باشیم. با شما هستیم بیننده عزیز، با آقای داریوش همایون. بفرمایید. سلام بر شما و خدمت جناب آقای همایون. اول از این خدمتون داشتم این بود که شما نمیدونید چقدر سخت با شما صحبت کردن، آدم احساس کم بود میکنه خدای چه کلمه رو استفاده بکنم که احتمالا ناجور نباشه و یا اونی نباشه که شما دوست دارید. فریده هستم از سوئد خدمتون زنگ میزنم. بسیار سپاسگزارم، بفرمایید. من همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم متاسفانه به نیمه برنامه‌تون هر روز جمعه میرسم. امروز وقتی رسیدم که سوال کردید از خدمت آقای همایون که کدوم یک از داریوش همایون‌ها رو دوست دارن و من خواستم به جاشون این جواب بدم که من عاشق هر دوشون هستم در هر صورت. خیلی خیلی لطف دارن و نمیدونم چجوری بگم که با کتاباشون و با کلامشون با توضیحشون آنچنان آگاهی رو به وجود میارن که آدم اگر یا حداقل من وقتی یک لحظه به عقب برمیگردم میبینم که متاسفانه نداشتمش قبلا. فقط میخواستم تشکر بکنم و تنها سوالی که از حضورشون داشتم با عرض سلام مجدد این هستش که اوکی، حالا یا از ایران یا از خارج یا با حزب‌های گوناگون با ایدئولوژی‌های گوناگون، به هر صورت چه پیشبینی میتونن بکنن آقای همایون برای آنچه که پیش خواهد اومد، حالا در هر شرایطی و در هر جهتی در آینده ایران؟ مزاحمتون نمیشم. بله، بیش از مزاحمتون نمیشم. قربونتون. به پاسخ آقای همایون گوش. خیلی لطف فرمودید. پیشبینی که میشهد کرد، نه پیشگویی، ولی پیشبینی که میشهد کرد این است که ما به سوی یک دموکراسی لیبرال در ایران پیش خواهیم رفت و این دموکراسی لیبرال مبتنی است بر مردم سالاری، یعنی رأی اکثریت مردم. اعتبار رأی اکثریت مردم در امر کشور محدود به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون قسمت لیبرالش حدودی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر رأی اکثریت می‌گذارد. هیچ اکثریتی حق ندارد از اون اصول که در اون اعلامیه آمده است پا فراتر بگذارد و رأی به القای هر یک از اونها بدهد. و این به معنی دموکراسی لیبرال است و ما می‌بینیم که به این سو داریم می‌رویم، برای اینکه بحث ما شده، گفتمان ما به اصطلاح شده است گفتمان دموکراسی لیبرال. شما به سخنان هر کس ممکن است که صمیمی هم نباشند، ممکن است که تظاهر بکنند، ولی مهم نیست. اگر یک جامعه خودش و کسانی در جامعه خودشون رو مجبور بدانند که به یه امر خوبی تظاهر کنند، مقدار زیادی اصلاح در اون جامعه صورت گرفته است. نشود حرف بی ربط زد، نشود حرف نادرست زد، نشود از دیکتاتوری دفاع کرد به هر نام زیر هر شکل حکومت. و این در ایران و در خارج از ایران دارد حاصل میشد. ما شرم خواهیم کرد از خودمون و از دیگران اگر سخنی جز درباره دموکراسی لیبرال در ایران، درباره حق مردم ایران، حق اقوام ایران، غیر متمرکز کردن حکومت و بردن حکومت در سطح ریشه‌ای اجتماع بزنیم. و این پیشرفت بسیار بزرگی است که ما کرده ایم در این 21-22 سال و آنچه که میماند مبارزه ماست برای برطرف کردن رژیمی که مانع است از برقراری دموکراسی لیبرال در ایران. یک دموکراسی که میتواند پادشاهی باشد، مشروطه، میتواند جمهوری باشد، فرق نمی‌کند. برای شما پس فرق نداره؟ شما خواهان دموکراسی، یعنی مشروطه سلطنتی هستین یا دموکراسی؟ ما ترجیح میدهیم که این دموکراسی لیبرال در قالب پادشاهی سوئد که سرکار خانم اونجا زندگی میکنند باشد، به اون شکل باشد. ولی دیگران می توانند جمهوری که در فنلاند هست در همسایگی سوئد ترجیح بدن. و من هیچ تفاوت به هر دو کشور رفتم و هیچ تفاوتی در حکومت سوئد و فنلاند و در زندگی سوئدی ها و فنلاندی ها نیست. نیست که شکل حکومت اصلا اهمیت ندارد. ما به دلایل خودمون ترجیح می دهیم که به یکی از اون مهمترین اون دلایل تأثیری است که پادشاهی مشروطه در مبارزه کنونی ما میتواند داشته باشه. تأثیر فوق‌العاده است. بیش از هر
بیش از هر نام و عنوان دیگه. من از کلام خودتون یه قرضی بگیرم آقای همایون و بگم که این تقریبا یعنی مقایسه ایران و سوریه قیاس ملفارقه، یعنی در همون شرایطی که صحبتی که می‌کردیم، محدودیت‌هایی که در ایران هست و همون قالبی که خود شما صحبتش می‌کردی که نمیذاره فراتر از یه مرزی بریم، اجازه هم نمیده که ایران رو با سوئد مقایسه بکنیم. نه، ما با سوئد خود اون رو مقایسه نمی‌کنیم، ولی آنچه که برای ایران می‌خواهیم به هر حال فراتر از اونیست که الان داریم. حالا چه جمهوری بخوایم، چه پادشاهی بخوایم، چه نمی‌دونم دیکتاتوری نظامی حتی بخوایم، دیکتاتوری نظامی هم از این وضع بهتر است که ما داریم. ما داریم تلاش می‌کنیم جامعه ایرانی رو برسانیم به اون پایه. حالا شما می‌توانید بگوید که چون ایران سابقه دموکراسی نداشته است، پس پادشاهی مشروطه هم نخواهد شد در ایران. خب اگر این استدلال رو بپذیریم، جمهوری پارلمانی هم نخواهد شد در ایران، تبدیل میشه جمهوری اسلامی، جمهوری عراق، جمهوری بعث سوریه، جمهوری 150 تا کشور عضو سازمان. نه، حرفتون کاملا درسته. منم معتقدم تا در یک کشور دموکراسی نهادینه نشه هیچ کدوم حکومت اهمیت نداره. ولی تا نهادینه شدن دموکراسی کردم. الان گفتمان جامعه ایرانی گفتمان دموکراسی است و گفت دموکراسی لیبرال، ولی در عمل بستگی به کیفیت و شدت مبارزه ما دارد برای برطرف کردن این رژیم، سردگون کردن این رژیم. خوشبختانه این رژیم الان در وضع بسیار دشواری خودش رو قرار داده است به دلیل درگیریش در تروریسم بین‌المللی. این رژیم خواستگاه تروریسم بین‌المللی است در مفهوم امروزی و در ابعاد امروزیش، یعنی اون جنبه فرهنگی این تروریسم بین‌المللی رو رژیم جمهوری اسلامی فراهم کرد. احیاگری اسلامی، اسلام مهاجم، اسلام امپریالیست همه جای دنیا رو باید بگیره، صدور انقلاب این چیزیست که بن لادن داره اجرا میکنه. حالا الان که داره نمیدونم کدوم قاره داره اجرا میکنه، ولی خیال داشت اجرا بکنه. خب جمهوری اسلامی مبنای فرهنگی این تروریسم رو فهم کرد و به عنوان یک دولتی که طور فعال سازمان‌های تروریستی رو در خارج از ایران تقویت کرد، هنوز در فلسطین می‌کند این حماس و جهاد اسلامی. عرفات حتی بالاخره که دائما مشغول بازی و پس گرفتن سخنان از پیش گفته شده است، تازگی گفت که این حماس و انقلاب جهاد اسلامی ربطی به ما ندارد، اینا رو جمهوری اسلامی تقویت می‌کند. به دلیل این درگیری، به دلیل تهدید اتمی که رفسنجانی کرده است اسرائیل رو، خیلی تهدید صریحی کرده است، جمهوری اسلامی خودش در وضع بین‌المللی بسیار بدی قرار داده است. و درست است که الان افغانستان و فردا هم عراق، سومالی، گرفتاری‌های دیگر نخواهد گذاشت که به ایران توجه جلب بشود، ولی این توجه جلب خواهد شد و ما میباید از این وضع استفاده بکنیم، در عین اینکه به شدت با هر حمله‌ای به ایران مخالفت بکنیم و مبارزه بکنیم، ولی هر فشاری رو به جمهوری اسلامی تأیید بکنیم و تشویق بکنیم و این زمینه بسیار خوبی است برای مبارزه با در خارج. و از این راه خواهیم توانست کوتاه بکنیم عمر این رژیم رو و برسیم به آنچه که الان مردم ایران یا اعتقاد قلبی یا به ظاهر بیان می‌کنند. خواستار دموکراسی هستند. با فردپرستی چه کنیم؟ خب اون فرهنگی است که به هر حال مغلوب دموکراسی خواهد شد. شما اگر بتوانید روحیه جمعی رو یعنی ورود سیاست رو در زندگی بر باز این موضوعی است که مورد علاقه همیشگی منه، تا جامعه ما سیاسی نشود درست نخواهد شد. سیاسی شدن به معنای نشستن در محافل و شایعه گفتن و افسانه گفتن و نظریه تئوری بافتن نیست. سیاسی شدن به معنی گرد آمدن افراد است، بر گرد هم کار کردنشون با هم است، رعایت انضباطی است، محدود کردن فرد است به سود جامعه، قرار دادن جامعه است در خدمت فرد. تا این کار رو نکنیم دموکراسی از سطح سخن فراتر نخواهد رفت. این است که ما دائما مردم ایران رو تشویق میکنیم که سیاست رو از حوزه بحث روزنامه ها و بحث محافل بیرون بیاورند، وارد عرصه حزبی بکنند. ما حزب لازم داریم، ما احزاب لازم داریم، احزاب متعدد لازم داریم، نمایندگان گرایش های مختلف لازم داریم. و ایرانی حاضر نیست اون جزیره تنهای خودش رو ترک بکنه و در یه قاره ساکن بشه. همه دوست داریم تو این دیدین تو این کاریکاتورهای جزیره است یه درخت هم کشیدن و بعد زیرش یه کسی با ریش بلند یا خانمی با لباس جنده خوابیده. ما این هستیم
و حقیقتاً سطح زندگی اون هر چه باشد و وضع زندگی اون هر گونه باشد، هممون در اون وضع ژولیده ساکن اون جزیره تنهاییم، از لحاظ سیاسی، معنوی، از لحاظ اون چه که از ما برای جامعه اون برخواهد آمد. نیاز به نگرش جهانی داریم، نگرش دست جمعی داریم. دست جمعی با آقای داریوش همایون هستید، خواهش می‌کنم بفرمایید. درود بر شما خانم سرشار. من سینا هستم، از سوئد خدمتتون زنگ می‌زنم. بسیار سپاسگزارم. بفرمایید، صدای شما رو می‌شنویم. سلام دارم خدمت مهمان محترمتون جناب آقای همایون. من خیلی خوشحال شدم که امشب آقای همایون رو در برنامه شما می‌بینم و متأسفانه از ابتدا نتونستم برنامه شما رو دنبال کنم. پرسشی که من از آقای همایون دارم اینه که چرا در طول قرن‌های گذشته متفکرین ما مرتب به عرفان توجه داشتن و به مسائل دنیوی توجهی نداشتن، برخلاف اینکه می‌بینیم در غرب متفکرین بیشتر به مسائل دنیوی توجه داشتن، به مسئله کنترل و محدود کردن قدرت و یا آزادی انسان‌ها، حرف رأی برای انسان‌ها مثل جان استوارت میل. و آیا این نمیتونه ریشه در کمک کردن به استبداد در کشور ما داشته باشه و اینکه ما نتونستیم الا رقم مبارزات سیاسی فعال در طول 100 سال گذشته به دموکراسی دسترسی پیدا کنیم؟ سپاسگزارم، پاسختون رو گوش بدید. سپاسگزارم، من از تلویزیون گوش میدم. خیلی ممنونم. اجازه میدید آقای همایون یه تلفن دیگه هم بگیریم و به هر دو جواب بدید. بفرمایید، با آقای داریوش همایون هستین. بفرمایید، خواهش میکنم، ما صدای شما رو میشنویم. ارفان هستم از اروپا، خدمت شما از سلام دارم. در صحبت هایی که امشب اینجا مطرح شد بیشتر صحبت زبان و زبان فارسی بود. از نظر من بله، ولی خواستم از نظر آقای همایون رو در این مورد بخوام که آیا در آینده ما احتیاج به این داریم که خطمون رو عوض کنیم؟ شما این مثال رو در ترکیه حتما استدلال دارید. در ضمن امروز ببینید که در تکنیک بیشتر از زبانهای یونانی، در بوتانیک و طب بیشتر از زبانهای لاتین و در تکنیک کامپیوتر بیشتر از زبان انگلیسی و الی آخر. با رشد ارتباطات آینده دنیا و با اون جامعه به اصطلاح مرتب کوچیک شدن و ارتباطات راه‌ها کوتاه‌تر شدن و حتی رشد‌های مختلف ما در آینده با رشد ژنتیک و مسائل دیگه سر کار خواهیم داشت، آیا این سوال من، خب مشکلات زیادی هم هست که امروز پیش پای ما خیلی واجب‌تر هست و مهمتر شناخته و دونسته میشه. اجازه بدین که آقای داری دورتر، ما آیا احتیاج داریم که زمانی به فکر این باشیم که خطمون رو عوض کنیم که راحت‌تر بتونیم با دنیا کنار بیایم؟ خیلی متشکرم. بین عرفان و تصوف باید تفاوت گذاشت. عرفان یک دید بسیار گشاده است به جهان، یه مذهبی است، یک دینی است، فارغ از آداب، فارغ از جزئیات، فارغ از باید و نبایدهای زندگی روزانه، یه ارتباطی است با جهان بزرگ، حالا این جهان بزرگ رو هر نامی بگذارند، و این بسیار چیز خوبی است و هیچ اشکال ندارد که انسان با هر عقیده دینی، سیاسی، عارف هم باشد، این اون آزادگی، آزادمنشی و آزاد فکری رو داشته باشد. ولی تصوف یه مذهب تازه است که ایرانی ها از مبانی بودایی و اسلامی گرفتند و یونانی، نو افلاطونی، و این رو به عنوان یه مبارزه و مقاومتی در مقابل سختگیری عرب سنی خیلی قشری به کار بردند و این تبدیل شد به یک سلاحی برای جنگ و یک شیوهی برای زندگی و همونطور که اشاره کردن به تقویت گرایش‌های استبدادی کمک کرد. برای اینکه در تصوف شما مرید و مراد، رابطه مرید و مراد دارید و مراد آنچه بگوید مرید باید اطاعت بکند و شما ولی فقیه خلاصه درست میکنید، شما خودتون رو تبدیل به رمه میکنید که نیاز به شبان دارد و این درست جاییست که ما ازش ضربه میخوریم و خورده ایم در طول
این 800 سالی که فرهنگ ما متوقف شده است از قرن 12 هم دیگه ما دوچار رکود شدیم از دوره سلجوقیان پایان از اواسط سلجوقیان آمدند و اون آمیزه حکومت و مذهب رو کامل کردن که در دوره ساسانی شروع شده بود در ایران در دوره سلجوقیان به تمام رسید دیگه باب همه چیز بسته شد و دست در دست هم شریعت و حکومت و سیاست جامعه رو در زنجیر کشیدن. ما باید وارد عصر جدید بشویم، وارد انسانیت جدید بشویم و انسانیت جدید نه مراد میشناسد، نه مرشد میشناسد، نه ولی فقیه میشناسد، نه استاد اعظم میشناسد. ما به عنوان افراد میباید مسئولیت خودمون رو بشناسیم و دنیای امروز رو مسئولیت فردی بیان شده است و انسان بالغ مسئول مختار زیر بار کسی نمیراد مگر اینکه خودش متقاعد بشود و باز هم اطاعت کورکورانه از هیچ کس حق ندارد بکند، ولی انسان امروزی نیست. اما راجع به خط که چون دیگه داریم به پایان میرسیم گویا من خط هم همه مشغوله، متاسفم. خط فارسی بسیار مشکل بزرگی بوده است در ورود ما به تکنولوژی و علم جدید، این تردید نیست درش. با خط فارسی نه فرمول شیمی میشه نوشت و نه تا این اواخر با اینترنت میشد ارتباط برقرار کرد. خوشبختانه مایکروسافت با این ویندوز 2000، حالا من دیگه در این مسائلم ناچار شدم یه خود چاره نیست بله، این بخش روزنامه‌نگاریتون دیگه بله. نمیتونم دیگه هیچ جور دیگری نمیتونم با دوستانم ارتباط برقرار کنم بله. و این مایکروسافت این کارو کرده است و اگر من تبلیغ تجارتی نمی کنم ولی خب این چاره نیست، هر کس 95% 90% رایانه ای دارد، کامپیوتری دارد، با این نرم افزارها سر و کار دارد. این نرم افزار خوشبختانه خط فارسی رو قادر کرده است که نه تنها خط فارسی، تمام زبانهای شرقی رو، خاوری رو به اصطلاح مایکروسافت، همه اینها رو قادر کرده است که از شبکه جهانی ارتباطی برخوردار بشن، با هم ارتباط. پس ما از نظر تکنولوژی جدید، های تک به اصطلاح، مشکلی دیگه با خط فارسی نداریم. فرمول شیمی و اینا هم، فیزیک و اینا هم چاره نیست، باید به لاتین بنویسیم. مشکل تغییر خط فارسی نه فقط مشکل لوجستیکی است، یعنی واقعا میلیاردها دلار و 20-30 سال وقت، 30-40 سال وقت لازم است برای اینکه برگردد این عادت جامعه ایرانی از خط فارسی به لاتین. یه مشکل دیگه این است که با تغییر خط فارسی سیل واژه‌های انگلیسی به ایران، به زبان فارسی سرازیر خواهد شد و زبان ما مزمحل خواهد شد، برای اینکه الان مشکل است ما واژه‌های قلمبه انگلیسی رو به فارسی بنویسیم. همین اکسیمورون که من به کار بردم، اکسیمورون رو شما بخواید به فارسی بنویسید چیز هیولایی جلو می‌کنه در مقابل، در پهلوی اون کلمه، حالا تناقض عبارتی. ولی وقتی شما متنتون لاتین است میگویید که این کلمه یک اکسیمورون است، نیازی به یا ندارید تناقض عبارتی، هم اکسیمورون عجیب غریب کار خودشو میکنه به کار و این دیگه در ذهن خواننده ایرانی جایگزین خواهد شد، جایگیر خواهد شد. خطرش اونجاست. من خودم 16 سالگی پیشنهادی به تغییر خط فارسی کردم، نه اینکه خیلی ما اون وقتا زود شروع کردیم، انقلاب مشروطه با بچه‌های دبستان شروع شد، دوره ما رسید بچه های دبیرستان، دیگه ما شدیم رهبران فکری جامعه. فارسی رو میشود دو تا خط براش پیدا کرد، قرار داد همین حروف فعلیش رو، یعنی همین کاراکترهای فعلی رو، یه خط چاپی، یه خط تحریری به اصطلاح. ولی حالا این بحث دیگری است که تفننی است فعلا. خب من با وجود که دوستان پای خط و بینندگان که میخوام با شما حرف بزنن تعدادشون زیاده، فرصت کمه، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم به پایان برنامه. هم آخرین سوال رو من از شما بکنم، آخرین پرسش رو. به عقب که برمیگردید از همه اون چه کردی راضی هستی؟ هیچ وقت. کاش عمر میشد دو بار باشد در این روزگار. ولی روی هم رفته که نگاه میکنم، من بیشتر از اینا تو این زندگی نمیتونستم بکنم. بیش از این نقشید از این زندگی مشکل میتوانستم در بیام. بهتر میشد که اگه برمیگشتم از نو خب خیلی تغییر، ولی آن چه که بر من در این زندگی گذشته است، دورانی که به سر بردم،
کشوری که حساب بودم، اوضاع احوالی که داشتم، خیلی تصور نمی‌کنم بیش از این میشد ازش در آورد، چون که کشور ما، ملت ما بیش از اینا نتوانست از این دوران در بیاورد. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتین، اومدید. ساعت خوش رو در خدمتتون داشتیم و بهره بردم، چون همیشه امیدوارم در فرصت دیگری که از اروپا به شهر فرشتگان با خنده بگم. کجاش فرشته؟ بله میدونم که بلافاصله شما اینو میگید، ولی خب شهر فرشتگان دیگه ما زندگی میکنیم، تشریف آوردید. بازم فرصتی باشه که در خدمتتون باشم. با سپاس از شهروز رفیعی عزیز، کارگردان فنی برنامه، آقای سارو و آقای مسعود خان، و با سپاس از تلویزیون NITV. روز و روزگار بر همه شما خوش باد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر.